سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من محمد جواد سویزی کنار دوست خوبم احسان محسنی اومدیم که آموزش روپایی رو براتون به نمایش بذاریم. امیدواریم که این آموزش فوق‌العاده واسهتون کاربردی باشه. خب بچه ها، روپایی خیلی ها فکر میکنن خیلی سخته و نمیتونن خوب اجراش کنن. ما اومدیم روپایی رو به صورت خیلی ساده بهتون آموزش بدیم و قول بدین که یاد بگیرین و تمرینش کنیم. بریم سراغ اولین استپ و اولین مرحله. خب بچه ها، احسان جا روپایی بزن. در گزینه اول اینه که روپایی ها باید ارتفاعش مشخص باشه، نه باید خیلی پایین باشه. پایین بزن، نه خیلی بالا باشه. بالا بزن. باید شمرده شمرده روپایی بزنین، این مدلی. باریکلا. خب احسان جان توضیح بده که بچه ها چجوری روپایی بزنن. بچه ها مرحله اول که مهمترین مرحله اینه که شما مچ پاتون باید کاملا سفت باشه و اینی که هر ضربه توپ نتونه به راحتی مچ شما رو جابجا بکنه. مرحله دو، زاویه مچ پاتون باید یه زاویه 90 درجه باشه و جایی که قراره به توپ ضربه بخوره. بچه ها اگر ما ساعتو اگر ما توپو یه ساعت فرض کنیم، شما باید دقیقا ساعت 6 رو ضربه بزنید که توپ هم صاف بیاد بالا و هم جایی که قراره با پاتون ضربه بزنید کجاست؟ با روی پا. بچه ها با قسمتی که بند نداره باید روپایی بزنید. بچه ها روپایی فوق‌العاده حرکت ساده اما نیاز به تمرین داره که شما بتونید هم تعداد بالا بزنید و روپایی درست بزنید. آباری کرده. حالا روپایی بزن ببینم چجوریه. آفه، عالیه. خب رفقا، خیلیاتون الان براتون سوال پیش میاد، خب ما قواعدشو بلدیم، بلدیم که با روی پا ضربه بزنیم، بلدیم که پامونو زاویه 90 درجه بگیریم، بلدیم که به زیر توپ ضربه بزنیم. خب حالا چیکار کنیم که بتونیم روپایی بزنیم؟ خب بچه ها اولین مرحلهش اینه که شما دونه به دونه روپایی بزنید. یه دونه ضربه با چپ، یه دونه با راست. احسان جان بزن. چپ، راست، دوباره. چپ، راست. حالا همینو برعکسش میکنیم. راست، چپ. راست، چپ. راست، چپ. بعد از چند باری که اینو ادامه دادید و فکر کردیم براتون آسون شده، باید یکی یکی رکوردتون رو ببرین بالا. بزن. یک، دو. حالا سه. یک، دو، سه. حالا چهار. یک، دو، سه، چهار. همینجوری باید رکوردتون رو ببرین بالا. خب احسان جان یه توضیح مختصر. بچه ها ببینید، روپایی خب همونطور که گفتیم اگر دونه بدون مسائل و قواعدش رو رعایت کنید تکرار همون حرکت اولیه، یعنی شما قرار نیست کار به اون حد سختی رو انجام بدین، فقط قراره دونه بدون ضربه که میزنید اون تکنیکایی که ما بهتون گفتیم رو رعایت کنید تا بتونین رکوردتون رو روز به روز ارتقا بدین. آباری کلا. میریم سراغ چند تا تمرین خفن که با اینا میتونید روپاییتون رو افزایش بدین و تعدادش رو ببرین بالا. تا آسمونا. بزنید 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا و 1000 تا. بریم که اولین تمرین رو نشونتون بدیم. بریم. خب بچه ها اولین تمرینش اینه که شما یه مسافتی رو بتونید روپایی بزنید. احسان جان یکم از من فاصله بگیر. من سعی میکنم برای نشون دادن ویدیو 2 متر فاصله بگیرم. یک. باریکالله. انجامش بده. تو اینجا روپایی بزن. یکی از تمرینات دیگه‌اش اینه که بچه‌ها 4 تا کنز همراه خودتون داشته باشید. احسان جان کنزا رو چیکار کردی؟ کنزا رو بیار. تقصیر تو بود دیگه. گفتم من یادم میره به من نده. خب دوستان کنزا رو یادش رفته بیاره، اشکال نداره. کنزا رو به صورت زیگزاگی بچینید. یعنی یه دونه اینجا بچینین، یه دونه اینجا، یه دونه اونجا و یه دونه اونجا. از مابینش به صورت مارپیچ روپایی بزنید و بیاین. این خیلی تمرین خوبیه بچه ها. یعنی این تمرین رو که انجام بدید خیلی راحت رکوردتون رو میتونید جابجا کنید. و بچه ها آخرین تمرین
که سومین تمرینشه و خیلی هم کاربردیه. اینی که با 4 تا کنز برای خودتون یه دونه مربع درست کنید، یه مربع یک در یک درست کنید، یه مربع درست کنید و سعی کنید که داخل اون بتونید روپایی بزنید. از کم شروع کنید و رکوردتون رو ببرید بالا. اگر دیدید که خیلی راحت دارین تو اون مربع میزنین، اون مربع رو باید چیکار کنیم؟ همینجور باید به نسبت به حد توان خودتون مربعتون رو کوچیک‌تر کنید. کوچیک و کوچیک‌تر کنید تا بتونید رکوردتون رو بیشتر کنید. بچه‌ها خیلی دوست داریم نظراتتون رو بدونیم. اگر دوست داشتید کامنت بذارید و بگین که چقدر پیشرفت کردین و بگین که تمرین کردین یا نه و بگین که چه آموزش رو براتون آپلود کنیم، ضبط کنیم. خدافظ تا آموزش روز بعدیمون.